چشم خیلی ها رو گرفته بود و ته آرزوهاشون بود. سوار که می شدن خیالشون دور بر می داشت و خوشبختی رو نزدیک نزدیک می دیدن. جوری سر تا پاش رو نگاه می کردن که انگار از سرزمین عجایب اومده. راستی هم یه سر و گردن شیکتر از مدلای دیگه بود. خوش رنگ و دلبر، باریک و کشیده، دلپذیر برای خیابونای شهر و دلخواه برای سفرهای جاده‌ای. داشتن یکی از این ماشینای آریا شاهین همون آرزویی بود که نسل نوگرای دهه 40 و 50 می‌خواست. آرزویی نه مثل پراید فکسنی این روزگار دور که قابل دستیابی و رسیدنی. با ما همراه باشید تا به تاریخچه ساخت ماشین آریا و شاهین بریم و خاطراتمون رو زنده کنیم. درست 26 اسفند 1346 بود که شرکت جیپیران ماشین آریا شاهین رو رونمایی کرد. این ماشینا از دل کارخونه خودروسازی رامبلر آمریکا بیرون اومده بودن و در ایران مونتاژ می‌شدن. هنوز مونده بود تا اولین خودروی ملی ایران یعنی پیکان به خط تولید برسه. اما شرکت جیپ ایران برای تولید آریا شاهین‌ها راه طولانی رو گذرونده بود. بنیانگذاری شرکت جیپ ایران به سال 1335 برمیگشت. در اون سال کارخونه شرکت جیپ در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج شروع به کار کرد. بانی شرکت یه بازرگان کارآفرین و خوشفکر به اسم جعفر اخوان بود. زمانی که اخوان شرکت ایران جیپ رو برای تولید خودرو را انداخت، نه تنها در ایران بلکه در همه خاورمیانه صنعت خودرو سازی هنوز شکل نگرفته بود. شرکت اخوان در آغاز کار اول جیپ‌های ویلیز آمریکایی رو به ایران آورد. این کار شروعی برای راه اندازی خط تولید و مونتاژ یه مدل از ماشین‌ها در ایران شد که اسمشون رو جیپ شهباز گذاشتن. ماشینی که قدرتمند و کارا بود و سالها هم تولید می‌شد. بعد زمان مونتاژ ماشینی به نام وانت سیمرغ رسید. این وانت برای جاده‌های کوهستانی و سنگلاخی ایران بهترین گزینه بود و انتخابش نشون از هوشمندی مدیرای شرکت جیپ داشت. همه این امتحان کردن و آزمون‌ها در کار خودروسازی سرانجام به تولید یک ماشین ختم شد که واقعاً دلخواه و خواستنی بود و مطابق با سلیقه خودروسازای ایرانی، خودروهایی به نام آریا شاهین. مونتاژ کننده های ایرانی آریا شاهین میتونستن انگشت روی خیلی از برتری های ماشینشون بذارن و اون رو در سنجش با مدل های دیگه ماشین های ایران یه سرگردن بالاتر بدونن. اول اینکه موتور آریا و شاهین ها لرزش نداشت و شتاب که میگرفت بدنه ماشین رو تکون نمیداد. علاوه بر این موتورهای قدرتمندی داشت و مصرف بنزینشون هم کم بود و برای هر 100 کیلومتر فقط 10 لیتر بنزین می‌خواستن. رادیاتورهای ماشین با آب و هوای ایران سازگار بود. هم تو جاهای خشک و گرم کارایی داشت و هم در آب و هوای سرد و کوهستانی. چراغای 4 طرفه آریا شاهین از گیرایی‌های دیگه اون بود. توی اتاقک ماشینم جادار و راحت بود و سرنشینا رو وادار نمی‌کرد که تنگ و چسبیده به هم بشینن. بازم از برتری های آریا شاهین آینه های ضد نورش بود. سازنده های این ماشین توی تبلیغاتشون این آینه ها رو به رخ رقیبای خودروسازشون می کشیدن. این آینه ها طوری طراحی شده بودن که چراغای روشن ماشین های پشت سری راننده آریا شاهین رو اذیت نمی کرد. خوبی ها و برتری های دیگه هم برای آریا شاهین می شمردن. مونتاژ کننده های این ماشین میگفتن ترمزهای دوبل آریا و شاهین هیچ وقت بریده نمیشه و در ترمزهای ناگهانی به سرنشینا آسیب نمیزنه. به ویژه اینکه داشبورد چرمی داخل اتاقک از مواد ابری پر شده و برخورد با اون صدمه‌ای به کسی نمیزنه. اما این حرف تا اندازه بزرگ نمایی بود و دارنده های آریا شاهین از ترمزای ضعیف ماشینشون دل خوشی نداشتن و میگفتن توی تصادفا بدنه خودروشون خورد و مچاله میشه. یه عیب دیگه آریا شاهین قاطی کردن دنده اونا در سربالایی بود.
اما با یکم صبر و کم کردن سرعت دنده جا می افتاد و دوباره همون آریا شاهینی می شد که بود. توی این تبلیغ روزنامه‌ای بالای آگهی تصویری از ماشین آریا شاهین دیده میشه. با این نوشته بابا ای والله اتومبیل آریا شاهین. وسط آگهی سه تا عکس تو سه تا کادر مربعی چاپ شده که توی اولی پلنگه که زیرش نوشته از منم قوی تره، عکس دوم یه خانوم زیبا روی لبخند زنانه که زیرش نوشته از منم قشنگ تره و عکس سوم یه آهوی چشم درشته که نوشته از منم تندرو تره. در واقع از نظر آگهی دهنده ها قدرت و زیبایی و سرعت دلیل برتری آریا شاهین بود. اونها توی بالای تبلیغات روزنامه‌ایشون می‌نوشتن آریا و شاهین دو پدیده ارزنده انقلاب صنعتی ایران. این تبلیغشون هم جالب شروع می‌شد. اگر یه تماشاگر باشید و چند لحظه در سازمان فروش اتومبیل‌های آریا و شاهین بایستید و نگاه کنید، خواهید دید همه بشاش و خندانن. این بشاشت نشانه رضایت خریداران از خریدیست که با اعتماد و اطمینان به عمل آوردند. همه از مزایای فنی آریا و شاهین با خبرند و به آن اطمینان دارند. یا مثلا این آگهی خوندنی، تا 9 بشمرید سرعت آریا از 0 به 80 کیلومتر میرسه. تا 2 بشمرید همون سرعت به 0 میرسه. توی ادامه این تبلیغات هیجان آورم نوشته با اشاره گاز به پروازش در بیارید و با اشاره ترمز میخکوبش کنید. راست و دروغ این ادعا رو بعد از کسایی پرسید که پشت رول ماشینای آریا و شاهین نشسته بودن و واقعا ترمز کرده بودن یا گاز فراوون داده بودن. یا این یکی تبلیغ که یه خانوم تکیه داده با آریا شاهین و پایینش هم نوشته با شاهین شاد باش. تبلیغ آریا دنده اتوماتیک ها هم این بود. آریا اتوماتیک فاتح دلها. این آگهی‌هایی که پر از واژه‌ها و عبارت‌های هیجان‌انگیز برای فروش بیشتر بود، حالا که دیگه آریا شاهین‌ها تولید نمی‌شن، خوندنی و جذابن. شاید اثر همین آگهی‌های پروپیمون بود که خریدارای ایرانی رو وامی داشت آریا شاهین رو به خودروهای دیگه مثل شورولت و پژو و فورد و نمونه‌های دیگه ترجیح بدن و مناسب‌تر برای خیابون‌ها و جاده‌های ایران بدونن. اما شاید برای خیلی از نسل‌هایی که آریا و شاهین رو ندیدن این سوال پیش بیاد که آریا و شاهین چه تفاوتی با هم داشتن. تشخیص چشمی بین آریا و شاهین یکم سخت بود چون تفاوت این دوتا ماشین خیلی کم بود و تنها به ویژگی‌های فنی این دوتا برمیگشت و همینطور یه تفاوت جزئی اونم اتاقک داخل که آریاها از این نظر یکم لوکس‌تر از شاهین‌ها بودن. هر آغازی پایانی داره. فقط بعد امیدوار بود که پایان‌ها خوش و شیرین باشن و خاطره شاد اونا با ما بمونن. آریا شاهین‌ها هم اینطور بودن. نسل گذشته ایران از این ماشینا خاطرات خوشی توی ذهنشون دارن. آخرین سالی که آریا و شاهین توی ایران مونتاژ شد 1351 یا 1352 بود. با تولید پیکان اولین خودروی ملی ایران ادامه مونتاژ آریا شاهین سود زیادی نداشت و دولت اون زمان مونتاژ این ماشین رو به کشورهای افغانستان و کنیا و یکی دو تا کشور دیگه واگذار کرد. در همه اون سالها از 1346 تا 1351 در مجموع 35193 خودروی آریا و شاهین در ایران مونتاژ شده بود و در نهایت این ماشینای زیبا و به یاد موندنی به تاریخ سپرده شدن. شما تا به حال این ماشینا رو از نزدیک دیدید یا احیانا سوارشون شدید؟ اگر تجربه رانندگی آریا شاهین رو داشتید، تفاوتشون با ماشینای امروزی تولید ملی چیه؟ و اینکه به نظرتون این تبلیغات که توی ویدیو هم بهشون اشاره کردیم چقدر به عنوان مشتری براتون جذابیت ایجاد میکرد تا خریدارش بشید؟ منتظر نظرات قشنگتون هستیم و اگر از ویدیو خوشتون اومده با لایک کردن از ما و فعالیتامون حمایت کنید. اگر اهل ماشینای قدیمی و خاطره بازی هستید، این ویدیو هم احتمالاً براتون جالبه.